سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم چیزی در حدود 320 و چند روز از جنگ غزه میگذره ما همچنان با روایت میدان در خدمت شما هستیم میخوایم بررسی کنیم که در 24 ساعت گذشته چه چیزهایی رخ داده است فکر میکنم در جریان باشید که یکی از مهمترین خبرها حضور قطری ها در تهرانه با چه هدفی اومدن دنبال چه چیزی هستن با هم بررسی خواهیم کرد مونتا من قبلش خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم احتمالا در جریان هستین که در روزهای گذشته خبر شهادت جانشین پلیس اطلاعات شهرستان خاش روی خروجی رسانه ها رفت شهید حسین پیری از جمله چهره هایی هست که در روزهای اخیر توسط افراد ناشناس در جنوب شرق کشور به شهادت رسیده کمی بدتر از شهادت این مامور برقرار کننده نظم در ایران خبری هم از پاکستان منتشر شده که نشان می دهد در آن سوی مرزها گروه های تروریستی در یک اقدام خرابکارانه بیش از سی افسر امنیتی پاکستان رو مورد حمله قرار دادن و به قتل رسوندن آیا اینها به اتفاقات ایران ربط داره قطعا نه آیا اینها دارای پیام هست بله پیامش واضحه این سو و آن سوی مرز برخی مستعد هستند برای اینکه خرابکاری بکنن پاکستان اگر نسبت به اینها هوشیار نباشه و نسبت به اتفاقات بلوچستان پاکستان هوشیارانه رفتار نکنه باید در آینده پیش رو منتظر فجایعی باشه که دامن نیروهای نظامیش، نیروهای امنیتیش و امثال اینها رو خواهند گرفت. اجازه بدید عبور بکنیم. من لازم هست خدمت شما عرض بکنم همونطوری که گفتم قطری ها امروز میهمان تهران بودن یک روز بعد از عملیاتی که مقاومت لبنان انجام داده شاهکاری که بالاخره موفق شد تلاویو را زیر ضربه ببرد و مورد تهدید قرار بدهد حضور قطری ها در ایران دارای پیام هست دارای وضع هست با جزیات نمیتونم اصار نظر بکنم که در این جلسات چه چیزهایی مطرح شده و چه پیامی را از سوی چه کسانی آوردن اما اون چیزی که میتونم بفهمم این هست که قطر به اصطلاح خودمان برای خوشوبش و حال و احوال نیامده احتمالا نکاتی رو از سوی طرف غربی آورده درباره آتش بس در غزه دو سه تا نکته خطاب به قطری ها خیلی سریح بدونه تارف گفته شده نکته اول رو من ترجیح میدم از آقای عباس اراقچی برای شما نقل بکنم عباس اراقچی بعد از شنیدن آن چیزهایی که قطری ها مطرح کردند سریح رک و پوسکنده بدون تارف واضح به آنها در خصوص مسئله فلسطین این رو گفته که یحیی سنوار نیروهای حماس اینا برای ما مشخص میکنن ما چه کار بکنیم اگر اینها در گفتگوهایی که صورت گرفته در بحثایی که هست همراهی دارند هم نظر هستند ما با اینها هستیم ما تو این تیم هستیم ما با این جماعتیم نمیتونیم بهشون چیزی رو تحمیل بکنیم نه دوست داریم تحمیل بکنیم ما با اینها پیش خواهیم رفت و اگر آنها در مذاکرات به نتیجه نرسیدند ماجره متفاوته البته در هر صورت انتقام آن چیزی هست که ایران روی میز خواهد گذاشت اینها نکاتی است که وزیر امور خارجه ایران خیلی سریح خطاب به قطری ها گفته تا منتقل بکنن به آنهایی که لازم است این پیام را بشنوند همچنین آقای مسعود پزشکیانم در دیداری که با نخست وزیر قطر داشته نکاتی رو مطرح کرده رئیس جمهور محترم کشور ایران تاکید کرده در غزه هر ساعت و دقیقه حقوق انسانی و همه قواعد حقوق بین المللی نقض شود اما کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و گاهی برای محاکمه یک فرد فریاد سر میدهند در برابر این جنایات نه تنها سکوت کرده که حتی از بانی این جنایت و نسل‌کشی حمایت نیز می‌کنند این بخشی از صحبت‌های امروز آقای مسعود پزشکیان هست ما اظهار نظرهایی رو هم از سرلشکر باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز شاهد بودیم ایشان در بخشی از صحبتهای خودشان بر این تاکید کردند که جمهوری اسلامی خودش برای انتقام تصمیم میگیرد و محور مقاومت نیز در این راستا همانطور که روز گذشته دیدیم جداگانه عمل خواهد کرد ترور ناجوان مردانه شهید هنیه فراموش نشدنی است و انتقام توسط محور مقاومت و ایران قطعی خواهد بود اینکه ایشان تاکید میکنه انتقام از سوی مقاومت و ایران قطعی خواهد بود دارای پیام هست خب ما میدونیم دیروز مقاومت لبنان عملیاتی داشته یک شاهکار بینظیر یازده پایگاه رژیم صهیونیستی از جمله مراکز موساد و شابا که اینا فوقالعاده پنهانکاری کردن در خصوصش زیر ضربه رفته و این جدای از عملیاتی است که الان سرلشکر باغری داره بهش اشاره میکنه بر عهده هر کدام از گروههای مقاومت در خصوص شهید هنیه هم انتقامی وجود دارد کمی صبور باشید حقایق میدان درباره این مسائل بیشتر و بهتر رمزگشایی خواهد کرد من لازم هست خدمت شما عرض کنم ایتالیایی ها هم تماس با تهران داشتن گفتگوی مفصلی داشتن درباره اتفاقات منطقه در بخشی از این گفتگوها آقای عباس اراخچی خطاب به طرف ایتالیایی برای این تاکید کرده که واکنش ما به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران حتمی است این واکنش دقیق و حساب شده خواهد بود و برخلاف رژیم صهیونیستی ایران به دنبال گسترش تنش نیست اگرچه از آن هم حراسی ندارد پیام ایشان واضحه ما قطعا و یقینا تنبیه خواهیم کرد رژیم صهیونیستی رو دنبال تنش هم نیستیم نه به این معنا که ما ضربه محدود به اینها میزنیم نه اون چیزی که لازم هست رو به اونها پاسخ خواهیم داد اگر رژیم پاسخی بدهد برای همه عیان میشود که اینها به دنبال گسترش تنش هستند اونجا ما به شیوه خودمان این بازی رو تا هر سطحی که لازم باشد پیش بود. لازم هست خدمت شما دوستان عزیز ارز بکنم که ما امروز شاهد حملات پهبادی گسترده از سوی مقاومت لبنان به سمت فلسطین اشغالی بودیم در بخشی از این حملات منابع رژیم صهیونیستی بر این تاکید کردند که مثلث مرزی سرزمین های اشغالی سوریه و اردن مورد هدف قرار گرفته توسط پهپادهای مقاومت و احتمالا در ساعات پیش رو این جنس از حملات از سوی مقاومت ادامه هم داشته باشه گزارشی هم در رسانه ها کار شده در خصوص توان موشکی مقاومت که من امروز در کانال بخشش رو توضیح دادم که مقاومت هنوز به سمت استفاده از موشکای خاص خودش از جمله موشکای فاتح نرفته که اگر بخواد با اینها وارد عمل بشود ضربه بزند هیچ کس در فلسطین اشغالی را یارای مقابل با مقاومت نخواهد بود اتفاقاتی که این چند روز افتاده یا تا پایگاه رژیم که زدن عملاتی که علیه شاباک و موساد داشتن اینا های خیشتنداری مقاومت لبنان ما اگر قرار بود تمام ایار با اینها وارد نبرد بشیم مسئله طور دیگری میشد لازم هست خدمت شما دوستان عزیز ارز بکنم که جنبش نجبای عراق در واکنش به عملیات خونخواهی شهید سید فؤاد که از سوی مقاومت لبنان انجام شده بیانیه ای صادر کرده در این بیانیه تبریک گفته و بر این تاکید کرده که پیروزی بزرگ در این برهه حساس منطقه که با ضربات دقیق به پایگاه های اطلاعاتی در عمق دشمن حاصل شده به برادرانمان در مقاومت لبنان تبریک میگوییم و بار دیگر اعلام میکنیم که جنبش نوجوا در کنار شما و پشتیبانتان خواهد بود در مقطعی که دشمن با تمام قوا و در بالاترین سطح برای مقابله با پاسخ مقاومت در آماده باش بود مقاومت لبنان با انتخاب چنین زمانی و مکانی برای عملیات قدرت خود را به کسانی که در توانایی های مجاهدان شک و شبه وارد میکردند و جنگ روانی به راه انداخته بودند ثابت کرد ضمن اینکه همه دنیا از قدرت دقت حسابگری و حکمت مقاومت لبنان در زمان بندی و انتخاب مکان عملیات شگفت زده شدن این بخشی از آن چیزهایی است که مقاومت عراق برش تاکید کرده و به این اشاره کرده که در کنار مقاومت لبنان تمام قد خواهد لازم هست خدمت شما عرض بکنم که منابع یمنی در خصوص عملیاتی که در روزهای گذشته صورت گرفته عکسش رو دارید روی صحبتهای من مشاهده میکنید علیه یک نفتکش که انفجار مهیبی هم داشته به این اشاره کردن که یک ناو اروپایی برای نجات این نفتکش در دریای سرخ وارد شده بوده با حمله های انتحاری مقاومت یمن مجبور به ترک صحنه شده این اتفاق پس از آن رخ داده که خدمه ی ناو اروپایی متوجه شدند خودشان هم هدف حمله قرار گرفتند به همین دلیل پس از سوار کردن سرنشینان کشتی به سرعت منطقه را ترک کردند من برای شما ماجرا رو یه دور جزئیاتش رو ساده عرض بکنم اینا نفتکش رو با بی سرنشین های روی آب خودشون مورد هدف قرار میدن یک ناو میاد کمک بکنه به نفتکش بعد مقابله انجام میده این ناو با یکی از 20 شهرشین یمنی یکی از شهبادا رو میزنه که اینا فیلمش هم منتشر کردن منم توی کانال برای شما گذاشتم که هورا میکشیدن وقتی شهبادا رو زدن بعد داشتن خدمه رو سوار میکردن یمن نگاه میکنه میگه خب وقتی که این میخواد شهربادو بزنه چه کاری؟ چرا من نفتکش رو بزنم من خودش میزنم شهبادهای خودش رو میفرسته سمت این ناوه. بعد ناو نگاه میکنه متوجه میشه که نه حمله از این به بعد خودشه و خودش به عنوان سوژه انتخاب شده اینا کاملا فاصله میگیرن و اینجا جایی است که یمن به طور کامل این ناو رو زیر ضربه میبره که عکساش رو دارید روی صحبتی من مشاهده کنید من فقط یه چیزی خدمت شما عرض بکنم ابتکاراتی که مقاومت در عرصه های مختلف نبرد داشته بخشش رو خیلی نمیشه توضیح داد ولی بخشش از مدل بازی ما الان دیگه قابل بیان هست مثال میزنم خدمت شما در روزهای اول مقاومت از پهباد و موشک استفاده میکرد خب ناف های طرف مقابل تلاش میکرد که شناسایی بکنه این پهبادها و موشکها رو زیر ضربه ببره اونجایی که اینها به طور کامل متوجه شدن نمیتوانن راه مقابله با مقاومت رو داشته باشن با یمنی ها تقابل بکنن جایی بود که یمن از سرنشین های روی سطح استفاده کرد اینجا دیگه شما باید با چشم ببینیش به سمتش تیراندازی بکنی بخوره یا نخوره که اونجا هم باز اگر فاصلهش به ناو نزدیک باشه میتونه فجایی رو رقم بزنه که حالا یک نمونهش در اتفاق اخیر همین انفجار مهیبی بوده که برای این نفتکش اتفاق افتاده است لازم هست خدمت شما عرض بکنم یکی از های صهیون بر این تاکید کرده اسرائیل هیچ اطلاعات دقیقی از نقشه بانک اهداف و زمانبندی حمله مقاومت به مناطقی که مورد حمله قرار گرفتن نداشته خب اینا اومدن ادعا کردن گفتن که ما اومدیم یه حمله پیش دستانه انجام دادیم بعد اولش یکی دو تا از رسانه‌هاشون به نقل از مقامات رژیم گفتن ما 6000 تا از پرتابه های مقاومت رو زدیم یعنی به افکار اومی داشت میگفت 300 تا موشک و پهبا چیه این 6000 تا میخواسته بفرسته ما رفتیم اونا رو زدیم مقاومت بعد از سخنرانی دبیر کل مقاومت لبنان آقای سید حسن نصرالله حرفایی رو که مطرح کرد همه اینا سوژه شدن الان یکی دیگهشون مصاحبه کرد گفته نه دو برابر این قرار بوده آتش رو سر ما بریزه ما نصفش رو زدیم از 6000 تا رسیدن نسرش میشه مثلا حدود 300 تا درسته از 6000 تا رسیدن به 300 تا اینا هیچ کاری در مقابل مقاومت لبنان برای شناسایی منشأ حمله نتونستن انجام بدن همه یه حرفی که داره میزنه حرف مفته الان دیگه خود کارشناسا و رسانه‌هاشون هم بهش اشاره میکنه لازم از خدمت شما عرض بکنم که ما شب گذشته شاهد اصابت پرتابه هایی به تلاویف بودیم حالا اینکه این, پرتابه ها از چه کسانی به چه شکلی بوده مشخص نیست ولی انفجار مهیب در تلاویف به خوبی قابل مشاهده بوده همه این چیزهایی که خدمت شما عرض کردم ترجمهش این هست که تلاویف هم دیگر جای امنی نیست و آنهایی که این سوی میدان هستن ترجیح دادن و تصمیم گرفتن که تلاویف هم به وقتش و به شکل خودش باش بازی بشه دقت بکنید ما دو تا کار رو از سوی مقاومت داریم میبینیم که انجام میشه یک فرسایشی کردن نبرد دو تساعدی کردن و پله پله بالا بردن ضربات فرسایشی کردن انجام میشه به جهت اینکه شما بعد از 320 روز خبری که میشنوی این باشه که یه میلیون صهیون از فلسطین اشغالی رفتن پله پله هم ضربات بالاتر میرود که رژیم عادت بکنه من دوست دارم به این مدل عادت بکنی و یواش یواش خودت رو در حالی ببینی که شدت حملات بیشتر شده بیشتر شده و تو باید باش کنار بیای کمان که الان اتفاق افتاده همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم پهبادهای انتحاری مقاومت لبنان موفق شدن حملات دیگری را به سوی اهدافی در فلسطین اشغالی داشته باشند و دوستان عزیز این رو هم خدمت شما عرض کنم امروز در کنار اتفاقاتی که در مرزهای شمالی رخ داده ما شاهد یک شاهکار بینظیر از حمله رزمندگان مقاومت در غزه علیه نیروهای رژیم صهیونیستی بودیم شاهکاری که تلفات سنگینی رو به رژیم همانطور که در فیلم ها قابل مشاهده هست باور کرده یک گزارش هم منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر که بر این تاکید کرده که تحقیق در مورد حملات علیه کادر پزشکی در غزه باید در دستور کار قرار بگیره کادر پزشکی و خبرنگار و اینه که دیگه بدیهیه من امروز یه فیلمم توی کانال گذاشتم اگر توی تلگرام باشی حتما دیدی که این شهروندان توی بیمارستان هستن بعد رژیم اعلام میکنه میخواد بیمارستان رو بزنه اینا رفتن مجروح که خیلی حالشون وخیمه اصلا مشخصه که اینا تو وضعیت وحشتناکی هن و روبه درگذشت هستن با سختی اینا رو با تختشون کشوندن آوردن تو محوطه بیمارستان که ببرن بیرون به کجا میخواد ببره جای دیگه ای هست برای درمان نه خارج بشیم اگر زنده مان زنده مان اگر نه که هیچی وضعیت در فلسطین شکلی در حال این جنایت ها داره صورت میگیره که امروز تصویری منتشر شد از نشستن یک محموله تسلیحاتی آمریکایی در فلسطین اشغالی که برای این تاکید کرده بود وزارت جنگ رژیم که این 500 مین هواپیمایی هست که وارد فلسطین اشغالی شده و از ابتدا تا الان آمریکا 50 هزار تن اسلحه و موشک و تجهیزات به اینها داده اینا اون چیزهایی هست که داره اتفاق میفته دوستان عزیز لازم هست خدمت شما عرض بکنم آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در صحبت‌های امروزشان علاوه بر رئیس جمهور وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کل ارتش بر این تاکید کردن. ببخشید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر این تاکید کردند که گذر زمان به نفع رژیم صهیونیستی و حامیانه آن نیست و آن چیزی که آنها باید منتظرش باشند مجازاتی هست که در پیش خواهد بود اینا بخشی از اتفاقاتی است که امروز رخ داده اگر بخوام برای شما شرح بدم بسیار مفصل مواردی که در غزه شاهدش بودیم در مرزهای شمالی شاهدش بودیم لغو پروازهای ایتالیا به فلسطین اشغالی رو تا سه سپتامبر خبرش امروز روی خروجی رسانه ها رفته در دیگر نقاط هم اینا دچار اختلالاتی شدن مشکلات این شکلی داشتن ارتش رژیم هم رادیوی ارتشی گزارشی کار کرده گفته مقاومت لبنان موشک های نقطه زن خودش رو در عملیات اخیر به کار نبردی دیگه من فرصت نمی کنم از سلاحهای انفجاری که در غزه گذاشته شده و عملیات های این شکلی برای شما توضیح بدم خلاصه می کنم مطالب رو با یک جمله تحت این عنوان که دعا بکنید برای رزمندگان مقاومت جوشن صغیر براشون بخونید جوشن صغیر فراموش نشه صدقه براشون کنار بذارید شاهکار دارن رقم میزنن این قهرمانها ها دارن شاهکار رقم میزنن به دعای خیر من و شما نیاز دارن یه عکسی هم دارید روی صحبتهای من مشاهده میکنید جانباز مدافع حرم عزیز دل ما ابو عباس عزیز دلی که ایشان اکنون در اسارت هستند 500 روز از اسارت آقای محمد رضا نوری جانباز مدافع حرم میگذره که توسط آمریکایی ها به اسارت در آمدن در کشور عراق ما امیدوار هستیم هر چه سریعتر دستگاه دیپلماسی ایران بتونه کارهایی بکنه رایزنی‌هایی با طرف عراقی انجام بشود و ما در ایران شاهد حضور ایشان باشیم یک قربانی صورت گرفته در سیستان و بلوچستان برای سلامتی این جانباز سرافراز کشورمان که تصویر این مراسم قربانی رو دارید مشاهده میکنید از طرف شما مخاطبین عزیز هم تیم رسانه ما ده میلیون تومان به این مراسم تقدیم کرد که من وظیفه خودم میدونستم اینجا عرض بکنم به بهانش تاکید بکنم که حتما برای آزادی اسرای مقاومت به عزیز دلمان قهرمان ما آقای ابو عباس دعا بکنید نکته دیگه نمیمونه جز این مسئله هر جا تظاهرات دیدین شرکت بکنید خسته نباشید خدا قوت میگم به اونهایی که در مسیر پیاده روی اربنگ رفتن این چند روزه همت کردن واقعا این مسیر مسیری بود که من وقتی فیلم ها و تصاویرش رو میدیدم احساس میکردم که اگر یه جایی رو بخوایم بگیم داره به مسیر ظهور هدایتگر کمک میکنه همینه همین داستانه همین هایی هست که با صبوری بلند شدن رفتن سختی کشیدن تو این مسیر تا برسن به حرم آقا امام دمتون گرم خدا قوت بهتون میگم بهتون افتخار میکنم به خدا این رو از سه دل دارم میگم پیاده روی اربعین تنها جاییه که من هر وقت فیلم ها رو این چند روزه میدیدم و زواری که به افتادن عزیزانی که کوله روی پشتشون هست هر کدوم عکس یه شهیدی دارن با سربند بعضی ها با یک امیدی رو افتادن این عکس ها رو من میدیدم به خدا هیچ چیزی به اندازه این تصاویر منو خوشحال نمیکرد هیچ چیزی به اندازه این تصاویر زنده بودن نهزتی که ما از پنج و هفت به انداختیم رو تو ذهن من نمی هیچ چیزی به اندازه این تصاویری که ما پرچممون در داره حرکت میکنه و داره به مسیرهای روشنی پیش میره داره این انقلاب صادر میشه به جاهای دیگر اصلا تصاویر شما حضور شما نماد اینه من بهتون خدا قوت میگم الهی که سربلند باشید الهی که این قدم هایی که برداشتید رو آقا امام حسین در بهترین جا در زندگی شما براتون جبران بکنه بچهای خارج هم همینطور فیلم های خیلی خوبی برای من فرستادن آلمان انگلیس توی انگلیس بچه ها بلند شدن رفتن مراسم برگزار کردن خانوما با حجاب کامل اومدن کل اونایی که دارن در اطراف نگاه میکنن متعجب شدن از, از, این حال و هوایی که در کشور انگلیسی که این مثلا تهران قوم کربلا این یاد تو لندن داریم اینا رو میبینیم دمتون گرم تک تک حرکت هایی که دارید میزنید اینا کمک میکنه به مقاومت اینا روی ادراک افراد اثر داره و من از این بابت باید از شما تشکر میکردم نکته دیگه ندارم اگر بحثی بود در قالب پیام برای من بفرستین مسئله آخری که برای ما خیلی مهمه برای تیم ما بنده و دوستانم بسیار مهمه مسئله هفته تبلیغات برای بعضی ها ممکنه کلیشه‌ای باشه برای ما اصلا ای نیست کل کاری که تیم ما داره انجام میده همین تبلیغات همین صحبتایی هست که من از شما دارم درخواست میکنم و تبلیغات یوتیوب ما که این چند وقته خیلی به خاطر مسائل و محتوای مقاومت محدود شده پس من از دوستانم خواهش میکنم اگر از اجرای ما فعالیت ما کاری که انجام میدیم و برنامه های که ارائه میدیم رضایت مورد پسند شما هست لطفا حتما از ما حمایت داشته باشین یک ریال از حمایت شما هم که باشد برای ما بسیار خوشحال کننده و انگیز دهنده خواهد بود نکته دیگه ای ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون به